و همه آنانی که شنیدند دستهای خود را بر سر وی بنهند و تمامی جماعت او را سنگسار کنند. عیسی مسیح بیایید، توبه بکنید و او را به حیث خداوند خود و منجی خود بپذیرید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. هر زده و سلام دارم بر تمام بینده های برنامه های ما. دوست عزیز، باز هم من محمد امین در برنامه در خدمت شما هستم. حتما تعجب میکنه که باز هم در برنامه طور که معلوم میشه تنها هست. دوست عزیز، بله، چون که استاد مصروف است در کارهای درسی خود در پانتون. دوست عزیز، خواستم تنها بگیریم. میفهم که حتما برنامه چندان لذت بخش نمیباشه با استاد. حتما برنامه خوب استاد، چون که علمیت یا فصاحت و بلاغت که دارن بسیار خوب درس تشریح میکنن، درس هم میفهمونن. خب ما بر از اونا نمیرسیم، کوشش میکنیم تا حد توان دوست عزیز برایتان کوشش میکنیم خوبتر تشریح بکنیم. دوست عزیز، باز هم در این برنامه یکی از برنامه های آقای اندریاس گرفتیم و دیدیم شنیدیم، خواستیم سرش نقد بکنیم. آقای اندریاس یک عادت دارن که در برنامه های خود زیاد گپایی میزنن که اساس و بنیاد نداره. مثل همیش امروز هم مهمان هم در برنامه خود دارن، خواهر ایرانی هستک، اونا هم با ایشان همکاری میکنن در بخش تشریحات انجیل. ما همین برنامهشان گرفتیم، سرش یک بررسی کردیم، کوشش میکنیم که حقایقی که اینا پنهان میکنن، یعنی این گپ ما دائم گفتیم، امروز هم میگم، اینا هیچ وقت نمیخواین که انسان به طرف یک دین بخوانند. شما در لابلای از برنامه میبینین و در آخر خودتان نتیجه گیری بکنه که اینا شما را به طرف چی میخواه، نظر انجیل چی هست، امی کتاب که امروز کتاب باطل هست، این کتاب را که مسلمان ها عقیده دارن که باطل از دست خورده. ما حداقل کوشش میکنیم که ببینیم که اینا چقدر به می کتاب میخوانند، لیکن نمیخوانند به میام. اینا با تصور و خیالات که در ذهن از اینا هست انسان ها را به مو طرف دعوت میکنند، لیکن آسای خود امی کتاب ساختن. خب دوستان عزیز، پیش میریم میبینیم که آقای اندریاس چی میگه، چی گفته. میریم میبینیم سرش تشریح میکنیم. با ما باشین دوستان عزیز تا آخر برنامه. امیدوار هستم برنامه سود زیاد داشته باشه برایتان. میریم میبینیم. کلام خدا برای ما میگه که خدا انسان به صورت خود آفرید، به خاطر از اینکه با انسان صحبت بکنه، با انسان مشارکت داشته باشه، با انسان درد دل کنه. دوست عزیز، شما دیده که آقای اندریاس ادعا میکنه کلام خدا با ما میگه که انسان خدا به مثل خود آفرید. یعنی در کتاب عهد عتیق، در کتاب سفر پیدایش، بله همین گپ هست، لیکن ما مسلمان ها در طول تاریخ ادعا را کردیم که این کتاب دست خورده. پس آقای اندریاس ادعا میکنه که این کتاب نوشته کرده یا کلام خدا میگه که انسان خدا مثل خود آفریده. یک بار در کتاب های عهد عتیق میریم، باز میریم در کتاب عهد جدید، آیت هایی که آمده، آیا من نمیفهمم؟ یعنی عقیده ما دایی بارا بیخی درست است که ما میگیم این کتاب دست خورده و ایره اینال اثبات هم میکنم و برتنده ای برنامه. میریم یک بار در کتاب اشیای نبی باب 45، کتاب اشیای نبی باب 45 آیت 4-8. اگر کتاب ها داری دوست عزیز، شما واز بکنین، کوشش بکنین که کتابتان واز کرده ببینین، بخانین بعد از او، چون سند برتان باشه که ما بادا کسی بگه که اینا دل خود میگن. نه، ما کتاب که از چاپ خود انگلستان است، کتاب های انجیل، همه انجیل ها را داریم چاپ شده به زبان فارسی. خب میریم پیش دوستا عزیز،
باب 45 اشیای نبی آیت 4 تا به 8 میگه من ایجا خداوند میگه یا یهوه میگه بساوده میگه گنج های ظلمت و خزائن مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خواندم خدای اسرائیل میباشم به خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خیش اسرائیل هنگامی که مرا نشناختی تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم من یهوه هستم و دیگر نیز غیر از من خدای نه من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی من یهوه هستم غیر از من دیگر نیست میگه می کمر تو را من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی تا از مشرق آفتاب و از مغرب بدانم که سوای من احد نیست دیگه یهوه میگه مثل من هیچ کس نیست ما یهوه هستم، ما یگانه هستم. ایجا خو یهوه گفت من یهوه هستم، مثل ما کس نیست، نه در مشرق و نه در مغرب. میریم در دیگه آیت انجیل میبینیم که ایجا یهوه خدا چی معرفی میکنه. جالب. دوست عزیز میریم در کتاب سفر خروج باب 20. میگه خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت. من هستم یهوه خدای تو. خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را از زمین مصر از خانه غلامی بیرون آوردم. دیجا متوجه باشین آیت بعدی را که میخوانم دوست عزیز که امی یهوه خدا معرفی میکنه دیجا آیت. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورت تراشیده و هیچ تمثال آنچی از آنچی بالا در آسمان است. ببینیم دیجا خداوند میگه برشان. میگه صورت تراشیده یعنی هیچ نوع بوته از هیچ چیزی که در آسمان است یعنی مثل از اوی که در آسمان مثل از او هم نباشه و از آنچی بالا در آسمان است و از آنچی پایین در زمین است در زمین کی هست؟ انسان ها هست درست است؟ ماهی ها هست، مرغ هست، موش هست، مار هست، سگ هست، پشک هست همین تمام چیزهایی که در زمین هست ایجا یهوه میگه در این قات مثل من است و از این چیزا هیچ وقت خدایی نگیره به خود خوب متوجه باشه زمین میگه از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مسازید نزد آنها سجده مکن واقعا یعنی دیجا یهوه چی گفت هیچ صورت تراشیده هیچ تمثال مثل ما میگه نه در آسمان است، نه در زمین است، نه در زیر آب است و نه از این چیزها به خود جور کنه پیش از یا هم سجده نکنه لیکن یک کتاب دیگهش میخیزه می خدا مثل انسان است در اینجا خدا می مثل ما نه در زمین است، نه در آسمان است، نه در زیر آب است در زمین خود ما انسان ها هستیم چرا قدر تناقض عظیم وجود داره؟ باز شما میخیزیم انتقاد میکنه قرآن والا قرآن اتو گفت والا قرآن اتو میگه شما یک بار بشنین امی کتاب خود اگر میخوایی را با دست دگاه عرضه بکنین همین اشتباهات از این جواب خبرش پیدا بکنین حداقل یعنی بسیار شرم‌آور است در تلویزیون میشنین ادعا میکنه که خدا انسان مثل خدا آفرید خب با یک لحظه فکر کنیم امی گپ اندریاس صحیح است ما خو گرچه ای عقیده ما نیست یه عقیده ما نیست الله مثل مانند نداره اگر خدا مثل انسان هست ما را در یک زمان یک آدم از کوچه صدا میکنه یک آدم از خانه صدا میکنه یک آدم از جا صدا میکنه چهار آدم در یک زمان چهار کلمه متفاوت میگن ما در صاف کردن و شنیدن و تصفیه امی چهار کلمه عاجز میمانیم یکی میگه سلام، یکی میگه والک، یکی میگه بیایج، یکی میگه برو. ما نمی‌فهمیم. چهار کلمه رو آدم دم یک زمان چهار آواز میه برش چه رقم مشنوه. عاجز میمون. اگر خدا مثل ما فکر کو که قدر مخلوق که از زمین برازی استغاثه میکنن. الهی. یکی دعا میکنه مشکل ما رو یکی نماز میخونه، یکی یک چیز یکی یعنی ای عاجز میمونه. انسان عاجز میمونه. اگر خدا مثل انسان است او هم عاجز میمونه. چرا ما دو گوش داریم، دو چشم داریم، بینی داریم، دو دست، دو پای. این کلش بر حسب ضرورت باید استفاده شود.
ولو که اگر ما بگیم فرشته ها میگیره ایره نشته میکنه یا رقم میکنه پیش خداوند میبره، این جوابگو نیست این سواله. دومش، ما خواب میکنیم، ما شب خواب میکنم تا صبح، ضرورت دارم، اگر نکنم سرم شاید که درد پیدا کنه، شاید تکلیف های دیگه با ما پیدا شود. اگر خدا مثل ما هست، مثل انسان هست، ای باید شب خواب بکنه. لیکن قرآن میگه خدا می خواب نداره، خدا می پینه ای نداره، خدا میگه تو افسرده نمیشه، خدا تو مثل ما گنگس نمیشه. یعنی این تومت از بالای خدا دوست عزیز. ما خوردن داریم، خدا چی میخوره؟ ما باید ازدواج بکنیم، خدا با کی ازدواج کرد؟ کسی که ازدواج میکنه حتما او از پدر خلق شده. پدر از او کی بود؟ پدر از او کی بود؟ باز پدر از او کی بود؟ اینه میره نسلش صاف کنید. تو با نعوذ بالله اگر تو بگوی خدای ما انسان است، مثل انسان است، مثل که گفتیم یعنی از کل چیز مثل ما هستک. اینال دوست عزیز، ای یک تهمت از بالای خدا. ای دلتان که میگینی کتاب کلام خداست یا میگینی کتاب کلام حق است، من خواهم میگم از همه لحاظی کتاب غلط است، کلام باطل است. در این کلام حق هست بعض جاهایش. پیامبر ما صلی الله علیه وسلم میگه میگه کتاب مکمل رد نکنیم، بعض کلمات حق در این هست لیکن با ما به درد نمیخواد. خدایی که خواب کرد، خدایی که زن گرفت، خدایی که طفل تولد کرد، خدایی که، یعنی اینا یک نسل خداها باید باشه و باید هر خدایی که مرد دیگه باید شوه بازی، یه خدایی که مرد او دیگه خدای نو که آمد و یک قانون نو باید رای کنه. کجا هستی همه؟ یک توهین نیست؟ واقعا ما با ما خیلی جای تاسفه دوست. دوست عزیز، دایی جه که اینا ادعا میکنن که خدا مثل انسان است میزنن، خب به هر حالش ما دیدیم که خداوند اگر با دلایل عقلی ما هم ببینیم مثل انسان نیست. خدا انسان را مثل خود نآفریده، خدا مثل مانند نداره. دوست عزیز دیدیم در کتاب اشعیا نبی باب 45 هم دیدیم خدا میگه یک تاست. باز رفتیم در کتاب خروج باب 20 دیدیم خدا میگه که مثل ما نیست در دنیا، نه در آسمان، نه در زمین، نه در زیر آب، نه در خشکه. لیکن اینا که ادعا میکنن که در خشکه وقتی که در زمین میگه ما در زمین هستیم، یعنی انسان مثل خدا نمیتونه باشه. خب یا این گپ یا ایست که این راست میگه یا ایست کتابشان دروغ میگه. اگر گپ از این راست است، خدا انسان هم مثل ما ساخته، گپ از این کتاب غلط است. اگر گپ از او کتاب سابقهش بشنه صفر پیداشه که خدا انسان هم مثل خود ساخته، های گپ از این غلط است. مجبور هستیم از این دو کتاب یک تاشه از بین ببریم که یک گپ بانه. اگر دو گپ ماند، دو گپ بین خود در تناقض است. یعنی است که ما میگیم این کتاب از دست خورده، کتاب است از طرف خدا نیست. این کتاب او کتابی که حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت داوود و دیگه پیامبران بزرگوار آورده، او فعلا موجود نیست. این کتاب که است، این کتاب پاول یهودی دست زد، کلی سوزایش گدوات کرد، اما عقاید خدا. اینال دی برنامه کش میکنیم سر عقاید از او هم بپیچیم، باز میبینین شما که او شما را به کدام عقیده میبرن. او تکه تکه کرد کتابه، یعنی بسیار گپا را از این دست زد بیرون کرد. جالبتر ایست که باید آدم فکر کنه، بدانه و بخوانه، بهتر است همین مک فکر میکنم. میریم پیشتر دوست عزیز، میبینیم که باز آقای اندریاس چی میگه و سرش باز هم میپیچیم. که نیست در طول تاریخ ما میبینیم همیشه کوشش های انسانی، همیشه کوشش های انسانی به هدر رفته، همیشه کوشش های انسانی ناکام شده. علتی از ایست که انسان ها خدا را ترک گفته، خدای حقیقی را ترک گفته. تمامی مذاهب از یک سر در مورد گناه صحبت میکنه به یک ترتیب و ترتیب دیگری، اما هیچ کدامی از این مذاهب به خاطر از این که چطور از این گناه واقع نجات بیافیم، تقدیش شویم، مقبول خدا شویم صحبت نمی کنه به جز کتاب مقدس خدا. دروغ میگه دوست عزیز، دروغ میگه دوست عزیز. میگه هیچ مذهب، هیچ یعنی مذاهب که میگه هدف از اینا سر اسلام است، در حال خبر نیست خودشان یک صد چند تو تست نصرانی ها.
اگر میگم امروز چهار توتش رسما میتونم برتان بگم یک گروه شاهدان یهوه است، پروتستانت است، ارتدوکس است، امی کاتولیک است که اینا عطا عیسی را میگن خدا هست، پروتستانتاش میگن عیسی بچه خدا هست، شاهدان یهوه میگن یهوه می خدا هست. گدودی بینشان بسیار زیاد است. مذاهب که میگن یعنی در مذاهب یعنی اشارهشان طرف اسلام است، یعنی چهار مذهب اهل سنت و جماعت که است اشاره شانی تر. هیچ مذاهب میگه نمه، مذاهب که هست مسائل فقهی است، لیکن کل اگیش به یک کتاب به حدیث صحیح پیامبر عمل میکنن، بینشان فرق نیست. او یک حدیث گرفته دیگه گرفته، هیچ کدام مشکل بینشان نیست. یک مسلمان میتونه هم به او هم به ای به کل اگیش، حتی ای سر مسلمان واجب است که بر تمام احکام خدا و رسول اطاعت کنه و عملی بکنه. لیکن اینا را کی صاف بکنه که عیسی را خدا میگن یکیش، یکیش میگن نه بچه خداست، یکیش یک رقم عقیده خیلی گدوت دارن. خب پیش میریم دوستا عزیز، میبینیم که ما چی دارم دی باره. میگه هیچ مذهب رای حل نگفته که چطور خود را پاک کنیم و چطور خود از گناه نجات بتیم. ما میگم گفته آقای اندریاز من نمیفهم تو قبلا مسلمان بودی چه رقم مسلمان بودی، و حالی که میبینیم که تو نصرانی شدی اقمه فهم که تو کاملا امو وقتی که مسلمان بودی اصلا از امید دین اسلام هیچ چیز نمیفهمیدی، هیچ چیز را نخوندی، هیچ چیز مطالعه نداشتی. گرچه ادعا میکنی که ما در ایران درس خوندیم و در فلانه جا درس خوندیم، ما که میبینم اصلا هیچ جای درس نخوندی، شاید که دروغ میگی. به خاطر از اینکه اگر تو درس میخوندی اینقدر میفهمیدی که الله رحمان در قرآن میگه، در قرآن میگه حق کسی را نخورین. در قرآن قصه سلیمان علیه السلام میگه که از یک جای تیر میشه، مرچه به دیگه مرچه کام میگه که او سبری که لشکر سلیمان میگه مبادا شما را زیر پای بکنه. تو اینال از اینمی قیاس بکن که در قرآن این قصه را که الله بیان کرده هیرا به مؤمنین میگه که شما عطا که در راه میرین متوجه باشین که یک ایوان هم بیگناه زیر پای نکنید. یعنی حقوق مرچه وجود داره. دیگه در قرآن میگه، میگه هر چیز را که بدون دلیل بکشین، بدون دلیل هر چیز را که بکشین کتان محساب میکنم. در قرآن میگه شما جز کار خوب کار خراب نکنین. آیا این جلوگیری نیست از گناه؟ قرآن کتاب واضح هست، میگه شروع کو به نام الله، ختم کو به نام الله. یک انسان غریب دیدی دستش بگیر، صحیح؟ یتیم سرش بیخی سوره هست حالا یهود و الاته عمل مسکین فای المسلین الذین من صلات امساهون الذین هم یراون و امنون المعون. یتیم کمک بکنن، مسکین غذا بتن، شراب نخورین، زنا نکنین، قتل نکنین، دشمنی نکنین کتی مردم. کس را اجازه نتین که بر سر شما هم بیای شما را بکشه و دزد که آمد شما را پیش از بکشه، تو پیش از او تو را بکشه. یعنی قرآن واضح است، قرآن کلش رحمت است سراسر. تو با ما یک جای تو همه تو نشانی بگو که در قرآن هیچ جای نگفته که کار خوب بکن، از گناه نجات پیدا کن. از گناه یعنی احکام الهی است. وقتی که تو را قبول میکنی کار بد نمیکنی، دزدی نمیکنی، قتل نمیکنی، زنا نمیکنی، حق یتیم را نمیخوری. وقتی که یک چیز میشه اجرای قوانین خدا را سرش میکنی، اینمی اطاعت است، اینمی کار نیک است. یک آدم دزدی که دست شقت کن، صحیح؟ این قرآن میگه، این حدیث پیامبر ما میگه. لیکن امو قاتلم در صورت ضرورت، ببین دوران حضرت عمر رضی الله کسایی که دزدی کرد وقت قحطی بود، خلیفه مسلمین دور خود گفار قحطی هست، او رو هم در صورت ببین که اگر او ضرورت نداشت و دزدی خود در وجه، اگر او از روی مجبوریتی کار نکرده بود، تو حق از او را نداری که او را قطع بکنی اگر مجبور بوده باشه. لیکن شما منکر هستی. اینقدر قرآن 114 سوره کاملا کلش به نجات بشر آمده، کلش به رهنمایی بشر آمده، کلش به رهنمایی انسان آمده، شما از این منکر هستی؟ نمیبینین خداوند میگه سمون بکمون امنون فهم لا یرجون،
اینا کرن کورن بیعقلن. من اینا رو فهمیدم که تو واقعا اگر مسلمان بودی عقل تو کار نکده بالای از قرآن و خداوند تو رو از خود دور کرد، تو رو به افسانه های تخیلی روان کرده. من اینا رو در اینمی برنامه ثابت میکنم که تو به اینمی کتاب انجیل هم کافر هستی، تو به یقیده نداری. چقدر شما تخیل خدا دیجا پیاده کردین، لیکن موفق نمیشه انشاءالله. دوستای عزیز، رای حل اسلام که میگن، در اسلام رای حل نگفته که انسان چه رقم خدا پاک کنه. رای حل بسیار موجود است، کل قرآن رای حل است. شما که ببینین میفهمین، حقوق هست، انسانیت هست، شرافت هست، سیاست هست، برادری هست، قانون اجتماعی هست، قانون خانوادگی دارن، حتی قانون هست. قرآن یک بخش داره با ایوان دوستی، لیکن متاسفانه اینا که مغزشان پوچ است، نتانستن خواندن، نیافتن. متاسف میکنم که از یک تلویزیون جهانی یک آدم میشنه با آدرس یک تلویزیون، از آدرس یک دین گپ میزنه، انتقاد میکنه، سراسر دروغ، سراسر غلط، دین خود هم غلط بیان میکنه. واقعا جای تعجب است دوست عزیز. خب خود دوست عزیز میریم پیش، میبینیم دیگه آقای اندریاس چی میگه، چی داره. خدا به صورت انسان آمد، از این که بالاتر، از این که مهم کلانتر توهین هیچی نیست واقعا که او به صورت ما انسان ها بیاید و ما را به آغوش بگیره و ما او را مصلوب بکنیم. بله، گناهان ما بود که او مصلوب شد. کلام خدا این را بسیار واضح میکنه. اگر ما در کتاب اشیای نبی میریم، کتاب اشیای نبی برای ما این را بسیار واضح میکنه. اگر شما کلام مقدس خدا را دارین، ما از شما خواهش میکنیم اشیای فصل 53 را اگر شما ببینین، در اینجا ما مطالعه میکنیم کلام خدا برای ما چی میگه. میگه اما چی کسی این حقیقت را باور میکند؟ چی کسی خدا چی کسی خداوند این حقیقت را آشکار ساخته است؟ خداوند مقدر کرده بود که بنده اش مانند نهال در زمین خشک بروید و ریشه بدواند. در اینجا کلمه بنده را برای عیسی مسیح استفاده میکنه. دوستان عزیز، دیدیم آقای اندریاس خواند کتاب اشیای نبی با 53 تا بنده اش. بعضی با بعدش هم مشنم میبینیم چی میگه. خداوند 100% خدا به صورت انسان می آید. بعضی وقتا که عیسی مسیح میگه که پدر از من بزرگتر است، به خاطر از این که او که 100% برابر با پدر هست، او خود پایین آورد و گفت خدا پدر از من بزرگتر است، در حالی که در کلام خدا ما می خوانیم که در الوهیت او کاملا برابر با خدا، و اما او ایره غنیمت ندانست، بلکه خود پایین آورد، تا حد پایین آورد که مثل نهال خشک ما میبینیم که در یک آخور او تولد شد. توبه واقعا توبه. میرین دوست عزیز باب 53 اشیای نبی را میخوانیم، گپای زیر شنیدین، میرین سرش یک بس میکنیم. و کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثال نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید. کلمه بنده در هیچ جایی جنامه دوست عزیز. شما ببینید که در حال حاضر هم اینا در کتاب خود دست میزنن. من انشاءالله که همین صفحه را که میخوانم، ما با شما این صفحه را کاپیش میگیرم، شما هم ببینین بخوانین. مزه را به حضور وای مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید، او را نه صورت و نه جمال می باشد. بنده نامده کلمش یکی دوم در آیت بین دو و سه میگه که در زمین خشک خواهد روید. این یک مثال از به یک درخت است. ما همه از این آیت همه تو برداشت میکنم. مزه را به حضور وای مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید. او خیر فرض که امیر یک مثال داده که موادم امیر هم پیدا میشه، او را نه صورت و نه جمال هست. اگر ای به یک انسان استفاده شوه، انسان کلش صورت داره، یک زیبایی داره. جمال یعنی زیبایی، صورت یعنی اینمی صورت. میشه بگیم صورت کمپیوتر،
یعنی صورت کامپیوتر است، سکرین است، کیبورد است، ماوس است، این چیزایش این صورتش میشه. لیکن ایجا اشیای نبی میگو کسی که در زمین می نهال مثل نهال رویده خواهد شد در زمین خوش، او نه صورت داره نه جمالی. چه رقم حضرت عیسی هست؟ حضرت عیسی خود تقریبا صورت جمال داشت، او مثل ما و رایگ انسان بود، ریش داشت، کالا می پوشید، نان می خورد. میبینین که دینامی حالا هم این دجال صفتا در کتاب انجیل فعلی که در این چیز باقی هم نمونده، دمی هم دست زده و دست زده و دست زده، همین یک چیزی که ما نمیرم با مرور زمان از بین میبرن. بین آیت 2-3 میگه او را نه صورت و نه جمال میباشد، چون او را منگره منظره ندارد که مشتاق او باشیم. می وقت که او را میبینی و یه چیز منظره ندارد که خوش ما به میتونیم بگیم که یک روح اید تعریف شده از یک روح، روح وقت که ما دیده نمیتونیم او را، او را نمیتونیم ببینیم که یک چهره داشته باشد که او خوش ما به او را نمیتونیم دیده. صحیح؟ میریم پیشتر. خب او را منظر ندارد که مشتاق او باشیم، خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنجها دیده، و مثل کسی که رویها را از او بپوشاند و خوار شده او را به حساب نیاوردیم. خوار شده او را به حساب نیاوردیم. یک انسان هست میگه از او کلگی روی میگردن و او خوار است، او را به حساب نمیاره هیچ کسه، در حال که عیسی را کل بنی اسرائیل مشناخت، از طفولیت مشناخت، او را میفتن عیسی ناصری، کلان شد، معجزه ها کرد، مرده را زنده کرد به اذن الله، مریض ها را شفا داد بخواست الله، او را کلگی یک طبقه مردم از او بسیار سخت پذیرایی کردن، او را بسیار سخت مشناختن، سخت احترام بر از او قائل بودن. لیکن این کتاب چی میگه؟ اگر ایره که اندریاس قلم داد میکنه عیسی هست، نیست، این آیت به او نیست. بخاطر از این خوب ببینین شما، مخوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده، و مثل کسی که رویها را از او بپوشاند و خوار شده او را به حساب نیاوردیم. یعنی هیچ کس از او حساب نکرد. نه، سر عیسی کلگی حساب کرد، کلگی او را احترام کرد، کلگی او را دید، معجزه هایی که داشت. یعنی جالب است دوست عزیز، قسم به الله است که اینا همین روز همین ساعت همین دقیقه همین یا تعریف کرده را ایستن در کتاب خود. آیت می خواند، تفسیر غلط بر از او می دهند. جالب است، بیخی جالب است. یک بار دیگه می خواهیم این رو بانم بشنوین. خداوند 100% خدا به صورت انسان می آید. بعض وقتا که عیسی مسیح میگه که پدر از من بزرگتر است، به خاطر از این که او که 100% برابر با پدر هست، او خود پایین آورد و گفت خدا پدر از ما بزرگتر است، در حالی که در کلام خدا ما میخوانیم که در الوهیت او کاملا برابر با خدا، و اما او ایرا غنیمت ندانست، بلکه خود پایین آورد، تا حد پایین آورد که مثل نهال خشک ما میبینیم که در یک آخور او تولد شد. متاسف هستم دوست عزیز، پیش ما 4-5 تا انجیل است، انگلیسی هست، فارسی هست، انجیل است که هست به مردم چین و به مردم کوریا چاپ شده. دمی کلگی از ایک ششتم خواندم، دمی پالوی همو چینایی و کوریایی ترجمه انگلیسی شم هست، کلمه بنده را ما نیافتیم دوست عزیز. یعنی اینا در روز روشن در انجیل خود دست میزن، در برنامه زنده خبر نیست که ما سمسه یا را بیابیل بکنید. در پناه الله باشین. و همه آنانی که شنیدند دستهای خود را بر سر وی بنهند و تمامی جماعت او را سنگسار کنند. عیسی مسیح بیایید توبه بکنید و او را به حیث خداوند خود و منجی خود بپذیرید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. Yeah.